سلام، صبح بخیر. اینجا صبح، نمیدونم اونجا که الان هست که ما امروز برنامه بیمارستان رفتن داریم به خاطر اینکه هیلا درست گلو درد داره و نور انداختیم توی گلوش، دیدیم که خیلی افتضاح چرک کرده و بنابراین امروز مدرسه نرفت و داریم میبریمش بیمارستان. گفتم که حالا بدم نیست که یه ذره راجب تو راه، حالا اگه وقت شد و یا اونجا، راجب سیستم درمانی و این حرفا یه کمی توضیح بدم بهتون که اصلا آپشن هایی که اینجا هست برای بیمه، برای وقتی که مریض میشید کجا برید و اینا چه ها هست. ما ساعت 11 وقت دکتر داریم، الان ساعت 10:20، یه کمی دیگه حرکت میکنیم چون یه نیم ساعتی راه داریم تا بیمارستان. میخواییم حرکت کنیم. چند دقیقه راهتون؟ چل دقیقه. بمیرم دخترم گلوش درد میکنه. چل دقیقه. برای صورت بشو ماما. Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to من دارم میرقصم، میگه با جای میرقصی، رانندگی مهمتره یا رقصیدن. بسیار بانو مدارانه و فلسفی و من میگم چیکار کنم، برای شما دارم خیر میدم دیگه، تو ماشی کسی هایش بد نشه. ببین پارکبانای ایران فقط پول میگیرن، ولی اینا واقعا جا پارک به برات پیدا میکنن و نشون میکنن. چون تو استانبول شوخی ندارید، چشم هم زدن این ماشین مورد بچه ها. بریم بزرگ شده هیلا. ماسکا ماسکا هیلا جون، ماسکا تو بگی خوشگله. یاره تو نمیزنی ماسک؟
آره امروز تو هم باید واکسن تو بزنی. امروز تو هم باید واکسن بزنی. آقا مگه یاره امروز نهاد واکسن بزنی؟ بزنی کچه بخورن شکا شکا گفت مثلا نوخون که میگه مگه تو این کافه شما بریم یه دوست بخوریم بله گفتش که دعوه شما دارو چطور گفتش که از اونوز که اومده بشتر میگه چون انقدر تشویقش کرد فهمی چی رو ماست میخوره بله بله شکر شکر دارم اینکه به خوشت من بگم یک کافی شاپ بیرون بریم این خیلی خوبه آره منو یارو روزی رفتیم یارم چیز بس خریده ما از اون بر فقط من از برخواست خب خودش ببینیم یه اجزانه ها شاید بیمهش رو قبول کن خب بیاین ارتش سوارشی سوار میشه بهش یادتر دیدی که در برمه ماز کرد ده دلوشتر این جمعه شاغل و همیشه باید تیپ خوب دارم همیشه او لالی پاپتون چه رنگه میخوای؟ نارنجی هست بسه کمه لالی پاپ داد نه ما دیروز گرفته بودم آمده استیکر هست کدوم رد؟ من شاید اوه اون تو گرم بود این چی؟ خب بریم دار خونه ای سازنده های لالی پاپ آقا این اصلا فرزنده موضوع بچه ها نیست نمیتونن باز کنن اتفاق بهتر نه تو هم بس کن نخوره موافقی؟ صد درصد خب اینجا بیرون پارک کنیم بیرون پارک کنیم حتی سه نه همی تو زیران پارک کنیم بچه غذا آیکیا بخوریم یا جای دیگه بخوریم 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 هرچی بیشتر بمونی بیشتر جایی بری اشتباه در واقع باید بگه هرچی بیشتر بمونی بیشتر تو مرکز خرید ما خرید میکنی اصلا به نظر پارکینگ مرکز خرید این نباید پولی باشه تمام اصلا بحث دیزاین مرکز خرید سوپرمارکت ها طوریه چیدمانش که مشتری بیشتر وقت بذاره ولی دقیقا این که میگی کاملا درست است تنبیهتون میگویم یاد زود برین از مرکز خرید حتی واقعا خیلی از جا آمد جنیان اینجا نمیدونم چرا اینجا اینجا ایلا خیالت باید شد بابا کجا پارک کردی؟ هر درت آفرین حفظ کردی خوده مرسی دختر چند وقت خوب بسا دفته ما بیرون نایمده آره چند وقت تقریبا
از اولی قرار دیگه میلا رفت مدرسه. دروازه که سلام سلام خیلی خوش اومدیم. خدا با مامان جان اومدیم همین. بله بفرمایید. او برام چیز گلاچ بگیر. چی برامون درست کردید؟ اینگاه نه اینگاه مریضی ها یادت رفت مریض بودی؟ بیا یارا راحت باش خونه خودت یارا دکور رو خراب نکن. نه نه خیلی ممنون. بیا منو تو بشیم بخوریم. اونجا که مثلا گفته سلام سلام. به به چه میز قشنگی چیدیم برامون. چی درست کردیم؟ یاسمین آخه منم میخوام این سبده رو یارا نرم خوشگله. نه هیلا کی عاشق سبده؟ هیلا مامی همش دوست دارم تخنم سبد. این چوبه؟ نه سبد. هیلا رنگای روشن رو بیشتر دوست. چه خونه خوشگلیه. باز نمیشه یارا اون دیواره دکوره. سیامه برای بالای تختمون. این برای بالای تختمون خونه. چی میخوای؟ غذا. چی غذا؟ کفته. ببین یارا کفته میخواد. تو چی میخواد؟ نه تو چی؟ من برای یارا یه سکیستانه ای میگیرم کفته. برای هیلا هم که لازانیا. تو چی؟ چنگال بده بابا بچه با چنگال. من بدم داغه همیشه کافیاش سرده. اون دفعه که با ماما اینطلا بودیم خیلی سرد بود. بابا خیلی بجمه. ببین دول مامل تو میگم نازلی خیلی کم پیش میده. تقریبا پیش نمیاد شیرینی یا کیک چیزی برداره. تو
بریم آفیت باشه. الان کمدمون باز میشه. Open the door. با کمدمون بردن. این مکتر. کجا بودیم اینا؟ کجا پایی؟ هیدر. هیدر. Saw you paying a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard. خب ما کارمارمون تموم شد. یه چیزی هم خوردیم. داریم برمیگردیم خونه. من گفتم فرصت بدی نیست که یه خورده براتون راجع به چیز بگم، چون هر از گاهی از من سوال میکنید میکنن آدم ها که این مثلا بیمه های ترکیه چجوریه، بیمه درمانی، خدمات درمانی و این حرفا. گفتم یه کوچولو راجع به موضوع توضیح بدم، این ویدیو هم یه عدد ویدیوی پیدا کنه. بچه توی ترکیه وقتی که میخواید اقامت بگیرید، یکی از مدارک که مورد نیاز برای کسایی که زیر 65 سال 65 سال زیر 65 سال هستن، مدرک چیزه، بیمه نامه، یعنی شما نشون بدید که خودتون رو بیمه درمانی کردید. اون بیمه ای که معمولا همه میکنن برای کار اقامت و اینا، یه بیمه خیلی خیلی سطح پایینه، بیشتر فرمالیته است. آره، در واقع یه پول شما میدید بیمه نامه میخرید، ولی بیمه نامه ارزشی کاوری، آره، کاوریج درمانی واقعا براتون نداره. اگر که به مثلا مخصوصا توی بیمارستانهای خصوصی و اینا برید که اصلا اونو قبول نمیکنن و میگن بیمتون کاور نمیکنه. اینو حواستون باشه. حالا همون مینیمم هم خب حالا چیزای مختلف داره، یا ممکنه که مثلا بهتون آفرای مختلف بدن، ولی فقط حواستون باشه که اون بیمه نامه در واقع فرمالیته است. بعد شما وقتی که اینجا مریض میشید، مثل ایران نیستش که برید مثلا مطب دکتر، همه میرن بیمارستان، یعنی تمام دکترها توی کلینیکای بیمارستان مستقرن. بیمارستان مراجعه کنید. بیمارستان های دولتی برای شهروندای ترکیه همه رایگانه. نه؟ بله، وطن داشته. یعنی با اگر که وطن داشت باشین، اگه شهروند ترکیه باشی، تو بیمارستان دولتی هیچ هزینه ازتون گرفته نمیشه. اصلا خیلی جالبه، تو بیمارستان دولتی که برید صندوق نیست اونجایی که مثلا چیز میکنی بهتون نوبت میدن و اینا، اصلا چیزی به اسم صندوق وجود نداره. حالا مثلا اگر خارجی باشید و بخواید که ویزیت رو پرداخت کنید، مثلا میفرستن تو مثلا اتاق حسابداری، اونجا ازتون پول میگیرن. یه همچین حالت، این در این حد هیچ پولی گرفته نمیشه توی بیمارستان دولتی. از اون طرف بیمارستان خصوصی خب خیلی هزینه های بالایی داره، ویزیت های خیلی سنگین تر، تقریبا فکر کنم مثلا 6 7 برابر ویزیت های بیمارستان دولتی. یعنی شما بدون بیمه برید بیمارستان دولتی، هر مبلغی که پرداخت کنید که حدودا مثلا، حالا چون متغیره من هیچ نمیخوام رقم بگم، انقدر اینجا هر روز همه عددا تغییر میکنه، ولی حدودا مثلا اگر 200 لیر ویزیتتون توی اورژانس بیمارستان دولتی بشه، توی اورژانس بیمارستان خصوصی مثلا 700 لیر میشه. نه تازه بسته ده کدوم بیمارستان خصوصی هم فرق میکنه. و بعضی از بیمارستان خصوصی مثلا من میدونم امریکن هاسپیتال یا حاجی بادم اینا، اگر که شما بیمه اون بیمارستان رو نداشته باشید، یعنی بیمه که کاور بکنه، و خارجی باشید، خیلی هاشون میرید پای صندوق بهتون مبلغ یورو یا دلار میگن و اونو تبدیل میکنن به لیر و اونجوری ازتون هزینه میگن که هزینه زیادی میشه. بنابراین حواستون باشه اگر که بیمه نیستید یا حالا اون بیمه عادیه هستید و میخواید برید بیمارستان خصوصی، یعنی پات رو بذارید تو بیمارستان خصوصی، یه مبلغ خیلی زیادی رو بر خودتون حساب کنید که باید بدید. خب حالا اینکه ما چی کار کردیم، راستش بخواید ما برامون خدمات درمانی از روزی هم که اومدیم اینجا
هستن برای بچه ها دم به دقیقه ممکنه مریض شن و هزار اتفاق بیفته، خیلی برامون حیاتی بود. چه شده؟ مثلا اوله شک نکنید که با مثلا اگه بچه داشته باشید با بیماری و ویروس های مختلف دست به گریبان خواهید شد. خیلی برامون حیاتی بود، خیلی اولویت بود. همون اولش هم یه خورده من پرسجو کردم و اتفاقا یکی از فالوورای توی اینستاگرام هم راهنمایی خیلی خوب ما رو کرد و ما رو معرفی کرد به، یعنی من دنبال دکتر اطفال بودم، یه دکتر اطفال ایرانی خیلی خیلی خوب و نازنین بهمون معرفی کرد که اون توی بیمارستان یکی از شعبه های بیمارستان حاجی بادم کار میکرد و بنابراین ما واسه اینکه رفتیم پیش اون دکتر همونجا هم پرسیدیم که خب مثلا اگر که بخوایم بیمه باشن بچه ها خودمون چه بیمه رو پیشنهاد میده اون خانم دکتر، خانم دکتر ایرانی بود گفتن، و به پیشنهاد ایشون خودمون رو بیمه حاجی بادم کردیم. بهش میگن سنکارد میدن یا حاجی بادم؟ بیمه نه یه اسم دیگه داره، یا اون سنکارد، سنکارد کارت دیگه، سنکارد خواست بیمه حاجی بادم. بیمه حاجی بادم کردیم، خب تقریبا میشه گفت هزینه زیاد داشت. ما اون سال اول تقریبا 4 سال پیش سالی 3000 لیر تقریبا 3000 خورده لیر یه چیزی این حدودی دقیق یادم نیست در سال الان که الانشو بگم که نه میگم الان میگه خب موقع چیز نه اون موقع هم خیلی بود، خیلی بود 3000 خورده یعنی اجاره یک ماه خونه نه بابا بیشتر الان درست نمیدونم چرا 3000 خورده بود مثلا الان مثلا دو تا بچه مثلا هیلا و یارا ما تخفیف گرفتیم چون مثلا بیمه ماشین مثل که مثلا تسکودوف نگرده باشی بیمه های اینجا یعنی سال به سال که تمدید میکنه تخفیف میدم و اونی که مثلا اول میخواد بیاد اولین سال بیمتون باشه قیمتش فرق میکنه مگه اینکه کمپین باشه کمپین باشه آره آفری چیزی داشته باشه. به هر حال هزینه میشه گفت زیادیه، همین الانش هم زیاده، ولی واقعا و کدوم بیمارستان ها چیز میکنن قبول میکنن بیمه حاجی بادم؟ بیشتر بیمارستان ها قبول میکنن، ولی خب بیمارستان های خود حاجی بادم درصد بیشتری میدن. حالا بگه به نوع بیمه نامه ها چند تا تعریف های مختلف داره و مثلا دیگه بیسیکش تقریبا همه رو کاور میکنه، ولی مثلا از هزینه ویزیت دکتر رو 20% رو پرداخت میکنین، اگه مثلا بیمارستانه غیر حاجی بادم باشه 30% رو چیز میکنین، ولی مثلا خدای نکرده جراحی، اتاق برای بستری شدن، تمام اینا کاملا مجانیه. آره که ما حالا یه نوع کاورج میگم به خاطر همین نمیخوام جزئیات بگم، به خاطر اینکه اون تعرفه ها اینا فرق میکنه. اگر مثلا اتاق معمولی، اتاق لاکشری اینا نه 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 نوع بیمه ها رو میگم که مثلا حتی درصد کاورج یا سقف کاورج سالیانش اینا متغیر. حالا اگه احیانا خواستید اطلاعات دقیق و بهتری داشته باشید چیز کنید به من یه پیغام بدید که من سیامک داره شماره اون کسی که ما رو بیمه کرد بهتون بده و اونا براتون میفرستن جزئیاتش رو خودتون بررسی کنید دیگه. و یه چیزی هم بگم، من واقعا مثل بیمه های خودمون نیستن که اسمش بیمه خصوصیه بعد که موقعی که میخوام باز پرداخت بکنن یا هر چیزی پدر آدم رو در میان بگه نه به این دلیل اینو نمیشه پرداخت که این بیمه شامل بیمه نیست برید بند فلان رو بخونید، نه اینجوری نیستش. واقعا آن چیزی که هست رو کاور میکنه و فوق العاده است، این سرویسش کاملا درسته، دقیقا یک بیمه خصوصی. و بعد هم این که شما خودتون رو میذارید توی بیمارستان مثلا حاجی بادم اصلا متوجه فرقش با بقیه بیمارستان هست. و ببخشید من اینو میگم، نکته مهم اینه که خیلی از دوستان که اینجا مشکل زبان دارن به تمام زبانهای دنیا هم اونجا مترجم آنلاین دارن. وقتی اصلا میخواین وقت بگیرین سیستم وقتیشون آنلاینه، تلفنی هم میشه ولی آنلاین که میخواین وقت بگیرین میپرسه، حتی اونجا یه گزینه داره که میخوای به زبان ترکی ویزیت چی، به زبان انگلیسی ویزیت چی، یا به هر زبان دیگه. من فکر میکنم اصلا جدیدن شاید مترجم فارسی هم داشته، مترجم فارسی داخل بیمارستان دارن. حالا اونی که
برای تلفن معمولا میگن یا انگلیسی؟ نه تلفن نمیگم، تو بیمارستان تو بیمارستان داره اضافه شده میگم عربی نمیدونم فارسی. یعنی این چه شکلی مثلا داری مثلا حساب میکنی یا مثلا میخوای به دکتر صحبت کنی مثلا میگی که مثلا نمیفهمم، اونجا گوشی رو برمیداره. من سال اول که رفتم گفتش که مثلا اصلا ترکی بایدم گوش به انگلیسی گفتم باشه انگلیسی، تلفن رو برمیداشت بلافاصله یکی اون پایین بود آنلاین مترجم صحبت. بله یار اون تو بغلت نز آب میشه ماما بذار پایین. خلاصه این خواستیم یه بار تجربه خودمونو از سیستم درمانی بگیم و حالا این قسمتش واقعا پیشنهاد خود منه، اگر که شما هم تو شرایط ما این یا مهاجرت کردید به ترکیه واقعا خب امیدوارم که هیچ وقت سر و کارتون به بیمارستان و مریضی اینا نیفته، ولی خب اگه بخوایم واقع بین باشیم به هر حال پیش میاد دیگه، مخصوصا توی شهری مثل استانبول که پر از ویروس های مختلفه. این که آدم خیالش راحت باشه از این که اگر مریض شدم، اگر یه اتفاقی افتاد قرار کجا برم، کدوم بیمارستان، مثلا این بیمه آمبولانس خصوصی مجانی داره نه ده. یعنی خدای نگرده اگر یه اتفاقی ما مخصوصا ما اون یکی دو سال اول که خودمون ماشین نداشتیم این خیلی بهمون ریلکس احساس آرامش میداد که به هر حال آدم مثلا چه میدونه اگر دور از اون بچه بیفته دستش بشکنه خب زنگ میزنیم آمبولانس میاد دیگه، لازم است بیافتیم مثلا شب نصف شب دنبال تاکسی پیدا کردن اینا. به هر حال خیلی قوت قلبه کلا توی بیمه درمانی. حالا اگه آدم بشینه مثلا جمع هزینه هایی که کرده در طول یک سال بدون بیمه میکرد رو حساب کنه، معمولا شاید کمتر از بیمه هزینه بیمه نامه بشه، ولی شما دارید پول آرامش خیالتون رو به نظر من میدید موقعی که وقتی آدم خودشو بیمه میکنه در واقع داره آرامش خیال میخره برای خودش. مثلا من که مثلا سیامک اصلا استرسی هم از سر مریضی و اینا. خلاصه اینجوری این تجربه ما بود. حالا بیمه های خصوصی زیاده، این که ما چون خودمون تجربهش داشتیم اسمشو بهتون گفتیم، بازم بگردید بیمه های خصوصی مختلف با شرایط های پرداخت ها و تعرفه های مختلف. ولی خب ما واقعا فوق العاده از بیمه های اجبادم راضی بودیم. امیدوارم که هی قیمتاشو نبره بالاتر هر سال. ما از الان که داریم میگه ای داره چند لپنا نکنه که همچنان ما مشتریش بمونیم. من به چند تا دیگه از دوستامونم کسایی از من پرسیدن تو اینستاگرام معرفی کردم تو این سالها و واقعا هر کی که این کار کرده بعدش اومد بعدش ازم تشکر کرده که واقعا همون قوت قلب و آرامش و خیال با آدم دست. خب واقعا نمیشه راضی نبود. من تنها چیزی که تو اون احترامی که میری توی بیمارستان وارد که میشین با بچه‌ها سلام علیک میکنن، نمیدونم بهشون همون جلوی در مثلا یه ست مثلا نقاشی و اینا میدن به بچه‌ها، خیلی خیلی احترامات فائق بود. راستی چیزا هیلات دست تو گواهی راپورش اینجوری. خیلی دیگه حرفی که خوبه که این میفته آخر ویدیو، هر کی که مشتری این حرف هاست تا اینجا میبینه خیلی مراقب خودتون باشید، همیشه سلامت باشید ایشالا و ایشالا. اول سلامت. آها در مورد بالش از 5 سال هم چون گفتیم میرم بگیم توی ترکیه و فکر کنم اکثر جای دنیا متاسفانه بالای 65 سال رو هیچ نوع بیمه ای نمی کنن، نه بیمه خصوصی نه بیمه های دیگه و اینم یکی از نکات نچندان خوب مهاجرت کسایی که بالای 65 سالن به ترکیه است، چون واقعا باید این فکر رو بکنن که خدای نکرده سرکارشون به بیمارستان بیفته خلاصا اینجا بیمه ندارن و هزینه‌های درمانی هم زیاده خیلی. یعنی آها بذارید راجع هزینه درمانی الان که توی ماه چی هستیم؟ ماه مارچیم، مارچ 2023 هستیم، ویزیت دکتر متخصص کودکان 800 لیر بود بدون بیمه و با بیمه که امروز پس بدون بیمه 800 لیر بود، با این بیمه اجباده
شما 20% رو میدین، یعنی تقریبا 190 لیر دارین. دقیقاً 190 لیر دارین. آها، و داروخانه‌ای هم که باهاشون قرارداد دارن هم کار می‌کنه. ها دارو هم خیلی دارو وحشت که. و دارو هم وقتی که بیمه داشته باشید خب خیلی بسر. آها، بعد مثلا چی؟ چشم اینم بگم تمام شد. مثلا تو داروخانه این مثلا تمام دارو رو کاور کرد، غیر از مثلا اون داروی سرفر، اون چون مارک مثلا خارجیه، نه خارجی گیاهیه، چون گیاهیه و جنبه دارویی نداره بیمهش کاور، بیمه کاورش نمیکنه. آره، ولی به هر حال مثلا اگه شما بدون دفترچه بیمه برید داروخانه، مثلا دو تا شربت بگیرید مثلا 300 خورده لیر حداقل میشه، ولی مثلا با بیمه یا مثلا 60 لیر 50 لیر اینطورا میشه. خیلی خوب، پس فعلا خدای بزرگ مهربون باشه. کیچ میشه دیگه سرکارم به بیمارستان نه.